نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز. برای ارضای یک کنجکاوی زنانه در خونه نرگس رو آهسته چند بار نواخت. سلام. سلام. مزاحم نباشم، دیدم یه چند وقتیه نیومدم خونتون، خواستم یه بیتون بیا. میدونی اصلا نمیخواستم مزاحمتون بشم، فقط دیدم فرید رفته بیرون، گفتم این چند دقیقه بیام پلوتون بشنم، تازه دلم واسه علیم خیلی تنگ شده بود واسه همین. سلام. تو که گفتی میرم قدم بزنم. خب نتونستم، کنجکاوی منو کشوند اینجا. حدس میزنم بقیه‌رم کنجکاوی کشونده اینجا. آره، تو از کجا حد زدی؟ فرید ببخشید. و بعد سکوتی سنگین فضای اتاق رو پر کرد. باورهای گوناگونی در آن جمع وجود داشت، ولی هیچ کس توان شکستن سکوت رو نداشت، چون اگر کسی لب به سخن میگشود حتما جنجالی برپا میشد. ما همه اینو حس میکردیم و برای همین ساکت بود. انگار من باید حرف بزنم. من امشب متوجه دوتا موضوع شدم. اول این که باید ازدواج بکنم، دوم این که نباید ازدواج بکنم. ظاهراً این چند روزه همه از موضوعی باخبر بودن به غیر از خود من. راستش من فکر میکنم حقش بود اول همگی به نتیجه گیری مشترک میرسیدید و بعد منو در جریان قرار میدادید. خب الانم دیر نشده. ساکت باش فرید. چرا ساکت؟ فرید حق داره، رأی بگیرید. آره رأی بگیرید.
رأی بگیر که من اصلا چه حقی تو زندگیم دارم. مگه من هیچ وقت گله ای کردم؟ هیچ وقت اظهار نارضایتی کردم؟ فکر میکنید من نمیدونم مقصرم به خاطر اینکه نتونستم خوشبخت باشم؟ فکر میکنید من نمیدونم مقصرم به خاطر اینکه نتونستم همسر خوبی داشته باشم؟ البته من همیشه از شما ممنونم که در این سالها منو تأمل کردید، علی کوچیک منو پدری کردید و زندگی منو که جز خانه‌داری کاری ازم بر نمیاد تأمین کردید. من خیلی خوشحالم، خوشحالم که مثل خیلی از زنایی که سرنوشت منو دارن مجبور نشدم بار سختی‌های تنها زندگی کردن رو به دوش بکشم. فقط نمیدونم چرا یه مرتبه به فکر من افتادید، نگران من شدید، نگران شدید که نکنه تنها بمونم یا تنها نمونم. حالا من میرم تا بهتر بتونید تصمیم بگیرید. باور کنید من مثل همیشه مطیعم. سکوت رو مدتی بود که نرگس شکسته بود. خلاف تصور ما هیچ کدام یارای بیان کلامی نداشت. کلمات نرگس هیچ چیزی رو برای ما روشن نمی کرد که نشانی از خواستی مشخص باشه، جز اینکه حقیقتی بود که نغمه قدیمی رو به یاد می آورد. بزنم امشب اگه نزدی هم اشکالی نداره. میخواین دعوام بکنی؟ باید دعوات بکنم؟ بله. چرا؟ چون که من دارم یه چیزای بی خودی میشنوم که بچه ها نباید بشنوم. تو چی میشنوی؟ خودتون میدونی. ولی تو میفهمی از من چی میخوای؟ یه کمی. من مامان بدی بودم؟ نه. نمیترسی یه وقت مامان بدی بشم؟ نه. من خیلی دوست دارم. میدونم، بیشتر از هر چیزی توی دنیا. من از همین میترسم. آخه تو از ترس چی میدونی؟ شما چی میدونی؟ من؟ بخواب عزیزم، چونو نمیدونی چقدر هیجان انگیزه. این برای بار دومه که من دارم آشغال میبرم میذارم دم در. مگه خاطره هم آشغال داره؟ این چه حرفی میزنی؟ خیلی از خاطره ها آشغالی هم، باید انداختشون دور. چرا آدم باید با خاطره های آشغالی خودش زندگی بکنه؟ و همینطور با باورها. تو حرف نداری علی کوچولو، حرف نداری. تو هم بالاخره یه روز فیلسوف بزرگی میشی مثل منو دایی. ببین حالا علی جون، ما این آشغال رو ببریم دم در بذاریم اونجا و بعد من در خدمت شما هستم. من امشب میخوام با عزیز آقا جون صحبت بکنم، صحبت های خیلی جدی، با اجازه. و علی اون شب صحبتی کرد با عزیز آقا جون که همه ی حرف ها سبز بود. سلام پسرم.
سلام، من سوالی دارم. خوشحال میشم بشنوم. من میخوام بپرسم زندگی آدم چقدر مال خودشه. معلومه حرفای زیادی داری. بله دارم. پس بیا تو بسرم. میشه از شما یه خواهش من بکنم؟ اگه چی دیدم؟ میشه این آشغالا رو شما ببرین بیرون؟ من الان بهترین موقعیتیه که من یه جای دیگه باشم. با این خیلی هیجان انگیز پسر، بده من صد آشغال کنان آشغالا میسم میرم. بده من. آره 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 چه زمانت ده میشم اختیار زمانت ده میشم بابا این حرفه چی خیلی خوشحالم میشم. اون شب برای بار دوم به خانه نرگس می رفتم با کوله باری از حرف ها برای زنی که فکر می کرد گذشت و فداکاری را برای آینده خود انتخاب کرده است. مادی دعوا؟ اگه دعوام لازم باشه حاضرم خواهر. علی تازه خوابید. علی تازه راه افتاده خواهر. میدونی من و علی نقطه مشترکی داریم، هر وقت حرفی برای گفتن داشته باشیم را میفتیم. این خصلت بعدی نیست. بازم دنبال وکیل میگرده؟ نه، دنبال گوش میگرده. مثل من اون رفته خونه عزیز آقا جون، من اومدم اینجا. شما گوش داری؟ من که همه عمرم گوش بودم. کافی نیست خواهر، گاهی لازمه زبون باشی. زبون باید فریاد باشی. فریاد. اگه نگی چی تو دلت، تو ما از کجا بفهمی؟ تو مطمئنی چیزی تو دلمه؟ آره مطمئن. مگه ممکنه تو دل آدم چیزی نباشه؟ حالا تعرفم میکنی بیام تو یا با زور بیام؟ آدم تو خونه خودش به زور نمیاد داداش. پس با اجازه. نگو دیگه خواهر من، منو دیوانه نکن. من به تو میگم مشکلت چیه، تو من میگی رأی گرفتی. آخه این یه انصافیه. بله بله معلومه رأیتونو گرفتی. خواهر من ما هیچ رأی نگرفتیم به خداوندی خدا. من اگه لازم باشه این کارو میکنی، نه به خاطر اینکه بخوایم خدای نکرده در حقت ظلم کنیم، بلکه به خاطر اینکه دوستت داریم و این تو با سکوتت اگه قرار بشه به خودت ظلم کنی ما نمیتونیم ساکت باشیم. بلکه ما ناسلامتی همه اهل یه خونه و یه خونواده ایم. میتونیم بفهمین یعنی چی؟ داداش گوش کن، اگه به پای علی نشستن ظلمه، من این ظلمو دوست دارم. ولی علی اینو دوست نداره. برای اینکه علی بچه است، برای اینکه اون نمیفهمه. علی بچه؟ بله بچه است. علی بچه؟ بله. عجیبه، چطور اون موقع که دنبال هویتش بود بچه نبود؟ چطور وقتی دنبال صلاح و مصلحت خودش بود بچه نبود؟ چطور امروز که نغمه غم‌انگیز تنهایی و زندگی تو از پس این دیوارها و نگاه‌ها و محبت‌ها می‌بینه بچه است؟ از پس یه نامه که توش حقیقتی بود و تو اونو مخفی کردی و اون دید. خیلی خوب حرفاتو زدی داداش. اتفاقا من هیچ کدوم از حرفامو نزدم و من این حرفا رو می‌زنم چون حرفای خودم نیست. حرفای کسیه که منو به عنوان وکیل خودش انتخاب کرده. منو به عنوان وکیل خودش انتخاب کرده برای اینکه چیزایی که میفهمه، حرفایی که میفهمه نمیتونه خوب به زبون بیاره. یا سختشه به تو بگه، سختشه به عنوان یه فرزند بگه نگران مادرشه، نگران خودشه. یعنی چی؟ نگران برای چی؟ مگه من در حق اون کوتاهی کردم؟ در حق اون، در حق اون به ظاهر نخواهد، بلکه در حق خودت. که کسی که در حق خودش کوتاهی بکنه در حق دیگران هم کوتاهی میکنه. اگه امروز نه فردا این کارو میکنه. کسی که سهم خودش از زندگی نمیگیره سهم دیگران هم پایمال میکنه. اگه امروز نه فردا حتما این کارو میکنه. س...
سهم تو خواهر تمام اون چیزایی که خداوند به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه زن، بلکه به عنوان یک انسان به تو داده، مثل هوایی که تو هم حق داری توش مثل همه آدمای دنیا نفس بکشی، که احترام داشته باشی، که موفق باشی، که خوشبخت باشی، نه اینکه به خاطر خوشبختی دیگران خوشبختی خودتو فراموش کنی. داداش، من بدبخت نیستم. من با تمام وجودم احساس خوشبختی میکنم. منم با تمام وجودم برات آرزو میکنم خواهر. ولی چه کنم که نگرانم، شک دارم. آقا من شک دارم که یه انسان در تمام لحظات زندگیش نسبت به خودش صداقت داشته باشه و منصف باشه. بذار وسط بگم چه قصه ای داره نوشته میشه. قصه مادر فداکاری که به باور بعضی ها که به ظاهر ارزشه، جوونی و زندگی خودش رو پای بچهش میذاره. تنهایی سعی میکنه بار سنگین زندگی رو از هر جهت، چه مادی، چه معنوی، چه مالی، چه عاطفی به دوش بکشه. زنی که دوران سخت پیری رو فراموش میکنه، بچه تحویل فردا میده که اگه خوب باشه، که اگه سالم باشه، قدر محبت های مادر رو درک میکنه. حالا یا جوابگوی این محبت هاست که حالا چون نوبت اون رسیده، اون به اصطلاح فداکاری ها رو ادامه میده و تا آخر عمر به پای مادر میشینه، ازدواج میکنه که با دینی که به مادر حس میکنه دیگه معلوم نیست زندگیش چجوری با وجود این زن فداکار ادامه میده. یا که رهاد میکنه و میره. وقت هش میده چیه؟ تای تمام این قصه تکراری به خداوندی خدا تلخه و قابل پیشبینی. اینه. اگه تو باور میکنی که با یک بار ازدواج ناموفق سهمت از باقی زندگی اینه، من باور نمی کنم. موکل منم نه باور داره و نه قبول داره که همچین زندگی واسه تعریف بشه. حتی میفهمی چی بهت میگه؟ میفهمی؟ دادگاه تشکیل دادی؟ بله دادگاه تشکیل دادم. ها؟ اگه خونه ما گاهی گداری تبدیل به دادگاه نشه و ما در مقابل هم به قضاوت نشینیم، به خداوندی خدا خونه نیست. اگرم خونه باشه سبز نیست، به شرطی که در مقابل همدیگه تو این دادگاه کوچیک صفر باشه. بابا میفهمی چی میگم؟ که در این صورت جلوی تشکیل خیلی از دادگاه‌های دیگر گرفتیم. ول کن خواهر، بنداز دور که دیگران چی میگن، چی رو گاهی ارزش گذشت و فداکاری تعریف میکنن. اونا با حرفای بظاهر قشنگ با محبت زندگی ما رو سیاه میکنن. اونا وادارت میکنن جلوی خواسته های به حقت به عنوان یه زن که هنوز جوونه، که هنوز میتونی رو پاش واسه بیستی و روی همه اونا سرپاش بذاری. که مگه میشه؟ که اگه بشه مگه درسته؟ که فردا انسان سالمی هستی؟ که هیچ کجای باورهای سبز اعتقادیمون چنین چیزی رو نه تنها نخواسته، که بالعکس شانس آوردی خواهر که علی کوچیک ما چیزی رو امروز فهمید که فردا برای فهمیدنش هم برای تو هم برای خودش دیر بود. اون فهمیده که پدر واقعیشو که شاید واقعی نبود، واقعا شاید واقعی نبود، دیگه نخواهد داشت. تو همینو در مورد خودت بفهم. میفهمی چی؟ برای خودت
مردی رو انتخاب کن که این بار مرد باشه. که چنین مردی حتما میتونه تا حدی برای علی هم پدر باشه. باور کن، باور کن، گاه قرابت های خونی همه نیازهای آدم رو نمیتونن برطرف کنن. باور کن، تو اگه بتونی نغمه تنهایی زندگی یه مرد رو بشنوی و بفهمی، باور کن هستند مردان سبزی که نغمه تنهایی یه زن رو میفهمند و میشنوند و اونا رو تبدیل به سرودی زیبا میکنن. ختم جلسه. حالا هم برای خودت وکیل باش و هم قاضی. و امشب نرگس دوبار چشمانش پر از اشک شد که در هر دوبار دلش به حال خودش سوخت. اما این بار دلسوزیش معنای دیگری داشت، دلسوزی که هر انسان آگاه و سالمی همیشه برای خودش دارد. او این بار معنای فداکاری را طور دیگری تعریف می کرد و از این بابت می توانست خوشحال باشد، اگرچه چشمانش می گریست. موفقیت آمیز بود دایی. مال تو چی؟ میشه علی پهلوان نامدار موفق نشه؟ شده بنده در کار وکالتم موفق نباشم؟ نه. آفرین. لطفاً یکم از من یه چیزی سوال کنی. مگه من جد بزرگوار شما نیستم؟ شما چی؟ الان بهت میگم. من خیلی موفق بودم، خیلی زیاد. آشغالا رو بردم گذاشتم دم در، بعد رفتم یه گوشه قایم شدم ببینم رفتگر مهربان آشغالای منو قبول میکنه یا نه. بعد دیدم اومدن آشغالای منو هم بردن. باورت میشه هیجان داشت منو میکش. آشغالای منم بردن تمام خاطرات آشغالی منو. به همینطور باورها، به همینطور باورهای آشغالی. حالا دیگه چکار؟ چکار؟ مامان نرگس منو زن بخشی چیار بدی؟ وای عروسی باز داره میکنه. بانی چیه سبایی نزم؟ سبز سبایی. سبز سبایی. عرض می شود که اعضای خانه سبز به میمنت شنیدن نغمه‌ای که در زندگی نرگس بود و حالا دیگه میتونست غم‌انگیز نباشه، بالاخره دور هم جمع شدند تا همه به شکلی بگویند، یا بهتر بگویم ابراز کنند، که برای نرگس بله، ما واقع نمیدونستیم اون چرا که در دل داریم چطور باید ابراز کنیم. شب خیلی خوبی. بله عاطفه. بله بذار خب خودشون بگن. ولی من منظورم اون چیزی نبود که تو برداشت کردی. ها من منظور عاطفه جونو خوب فهمیدم، مخصوصا اون قسمتیو که الان سخت آدم بتونه بگه. بعضی لحظات تو زندگی آدم ها اینطوری هم، یعنی برای بعضی کارا دور هم جمع نمیشن که به یکی بگن. به هر حال ما امشب بیه. به هر حال ما که میدونی منظورمون کیه. بله. خب حالا منظورتون
کیه؟ حالا. بله حالا. اصل اونه که اونی که باید بدونه میدونه که ما میدونیم که تای قلبمونم کم کمک خوشحالیم و میدونی که امروز دقیقاً بله درست میگم؟ کاملا درست میگی. شما منظورتون رو خیلی واضح و روشن بیان کردین. یعنی در واقع میخوای بگین که درست میگم؟ من که امشب خیلی خوشحالم که خب بهتره که پاشیم بریم. بله بهتره که پاشیم. آدم به مهموناش میگه پاشین. من منظورم این نبود. خون شده دیگه عزیز. درست میگه. ما میخوایم بگیم به هر حال شب بخیر. شب بخیر. از دایی جان دایی ماش بلاخره نفهمیدیم چی شد. چی شد؟ نتیجه خوب بود. فکر میکنم خوب بود. پس حله. بذار اینجا حلیش که دایی جون. حله 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 حله. ما دیگه بریم. شب بخیر. خواهر میخواستم بگم که اگه موقع خودتو درگیر ابراز احساساتت قرار نده داداش. متشکرم که متوجهی. خب خیلی شب خوبی بود. بله بله حتره دیده دیده امه. من واقعا براتون خوشحالم. هنوز که چیزی نشده. به هر حال دیگه اصلا این به هر حال خیلی مهمه. مگه نه پدر؟ خود این به هر حال مهمتره. بله دقیقا. بریم بچه ها بریم. بله بریم. بریم تو هم میگی بریم. تو خونه خود به مهمون نشده میگی بریم. من نمیدونم چرا همش امشب فکر میکنم مهمونه. خب بدین شکل موافقت ما برای اتفاقی تازه که اون رو ازدواج مجدد سبز در ذهنمون ترسیم کردیم اعلام و خیالمون راحت شد. عجب شبی بود. رضا تو رو خدا دیگه از این جلسات مشکل نذار. چطور شد؟ چطور شد؟ آخه آدم یعنی بذارم آبجیم تا آخر عام بی کس و تنها بمونه؟ آخه آدم جلسه میذاره که همه به خواهرش بگن که اجازه داره که ازدواج بکنه، یا او به همه بگه که حاضره. آخه این جلسه میخواد، مهمونی میخواد. بابا جون ما فکر کردیم میخواد. عوضش خیالمون راحت شد مگه نه؟ از چی؟ از اینکه خواهرمون سر سامون گرفت. چطوری؟ او یعنی این همه دخترا و پسرا و فامیلشون که اعلام آمادگی میکنن سر و سامون گرفتن. سب کن بینم. سب کن بینم بابا. بله یعنی یک اگه کسی یعنی اصلا چه معنی داره آبجی آدم ها؟ عاطفه تو رو خود دستم بدامد من چی کار کنم؟ نمیدونم والا. آخه ما به این بچه قول دادیم، وکیلش شدیم، امیدش شدیم. آخه انصافت خوب. خب یعنی کسی تو سراغ نداری؟ به یه وقتی گفتی که داری که باید فکر کنم. راجب چی؟ راجب تو. ببینم کسی حاضره که شوهر خواهر تو بشه. من چمه؟ باید از من بپرسی. خب بگو. نمیگم. نمیگم. نه. خب چی؟ چی که؟ این که مسائل حله. پس که؟ برو علی سر به سرم نذار. مامان من از اون بچه هایی نیستم که مسائل پشت گوش بندازم. آه لطفاً در مورد مسائلی که اصلاً به تو مربوط نیست دخالت نکن. پس یعنی هیچی به هیچی. بهت گفتم برو. لطفاً بشه این حرف سریع ازدواج کنی. چشم. چشمت بی بالا. آخه اینم عصبانیت داره. خب میدونین که بچه ها
اغلب وقتی چیزی به فکرشون میرسه یا چیزی رو میخوان، تا اون چیزو به دست نیارن آروم و قرار ندارن. علی کوچیکی ما یه همچین حال هوایی داشت، بدون این که بفهمه عجلش میتونه معقول نباشه. کیه؟ بیا بالا ماما. چه خبر؟ سلامتی. از اون ماجرا؟ ببین علی، تو داری منو دیوونه میکنی ها. چرا؟ چرا نداره، بی بالا. این مامانم که نیفهمه ما چه طاقت نداریم. آخه من نیفهمه مشکل چیه؟ همش اشکاله، یعنی حل نیست. سلام. علی، یه نهار خیلی خوشمزه برات پختم. یه خبر خیلی خوبم برات دارم. عزیز جون، نهار خونه ماست. تا جواب منو ندید من نهار نمیخورم. سوالتو بکن. شما چه ازدواج میکنید؟ تا هر وقت که دلت میخواد اینجا بشین. خداحافظ. میشینم. بشین. تو قهری؟ نه، تو اعتصابم. ولی اصلا معلوم نیست، بیشتر میاد تو قهر باشی. راست میگی؟ چقدر بد شد. حالا شاید کسی نفهمه. بله، ممکنه کی بفهمه. بله. حالا مشکلت چیه؟ معلوم چجوری ازدواج میکنه. ها، پس مشکلت اینه. اینه دیگه. ببین چجوری بهت بگم. معمولاً مردا و زنا همدیگر رو میبینن، بعد اگه از همدیگه خوششون اومد و برای همدیگه مناسب بودن با هم ازدواج میکنن. چجوری همدیگه رو میبینن؟ خب راه های مختلفی داره. معمولاً شما آقایون میاین خواستگاری خانوما، در نتیجه خانوما هم شما رو میبینن. صحیح. شما هم همین کارو کردید؟ نه، میدونی برای من یه کمی فرق داشت. پدر من با دایی تو صحبت کرد، بعد ما اومدیم تهران. چون جایی رو نداشتیم، دایی تو زندایت ما رو دعوت کردن خونشون. در واقع من اومدم خواستگاری فرید. صحیح. پس میشه. چی میشه؟ مشکل من حل شد. خب خدا رو شکر. سلام. سلام. دیگه حالا میدونی من اینجام، نمیای تو؟ میام تو. از جونو خیلی کار داریم. چه کاریه؟ بعد بریم خواستگاری. خواستگاری؟ حالا خیلی زوده پسرم. بکنم دیگه، دیرم شده. گمون نمیکنم. اگه ما تو هزار سالم اینجا بشینیم، اینجا چه اتفاقی نمیفته. ما اجازه. بفرمایی. ببینیم عجب دور زمونه ای شده. بله واقعا که عجب دور زمونه ای شده. راستی اگه خواستین یه وقت برین خواستگاری، منم با اتون میام. فقط همین یه کارمون مونده. با اجازه. خواهش میکنم. خوشمزه است؟ خیر. چرا؟ اصلا بسرم نزدید دیگه. اون شب موکل من و عاطفه ساعت 9 زنگ در خونه ما رو به صدا در آورد. سلام. توی خونه یه عده سر به سر من میذارن. خب خیلی بد کاری میکنن. برای همین من میخوام ازشون شکایت کنم. آه، پس بفرمایید تو.
رضا ببین کی اومده. به 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 دلان دلان، باز نغمه تازه شنیدی علی جون؟ بله. این دفعه این نغمه غم انگیز مال کی علی جان؟ مال من. من متاسفم، همه اون چیزایی که یه روز جدیه یه روز شوخی میشه. علی همیشه همینطوریه؟ ما شوخی کردیم علی جون. میدونم ولی خیلی سخته دایی. چی دایی؟ من فکر میکنم فرقی کوچیکار و بزرگار رو فهمیدم. ما هر دو فراموش میکنیم. تو اشتباه میکنی علی جان. نه اشتباه نمیکنم. بچه ها فراموش میکنن چون بچن، بزرگا فراموش میکنن چون راحت میشن. بگی بشیم، بگی بشیم ببینم چی میگی تو. شما نغمه مامان نرگس منو فراموش کردید، همونطور که قبلا فراموش کرده بودید. نه علی جان. علی جون نه. چرا؟ شما همه نغمه ها رو بعد از مدتی فراموش میکنید و همه چیز برای شما شوخی میشه. نه علی. خیلی دلم میخواست بگم دیگه وکیلم نیستید، ولی چه کنم، شما همیشه وکیل من هستید. علی. اون شب علی اول در خونه ما رو محکم بست. بعد در خونه خودشونو و بعد در اتاق خودشو محکم بست. خب وقتی بچه در یک شب سه درو محکم پشت سرش میبنده، اغلب روانشناسا معتقد میشن که اون بچه خیلی عصبانیه. آی علی چرا در رو محکم به هم میبندی؟ مگه شما روانشناسی بلد نیستید؟ نه خیر. پس لطفا یه کمی روانشناسی بخونید. علی با تمام وجودش حس میکرد وقتی سه تا در پشت سرش بسته، در واقع سه بار ارتباطشو با دیگرون. دایی جونه دایی، اولا من سه تا در محکم بستم چون سه تا در بیشتر نبود. ثانیاً شما هنوز ما بچه ها رو نشناختید. بچه ها بلدن گاهی چجوری شلوغ بازی در بیارن. اولین خواستگار نرگس که عاطفه معرفش بود، بعد از 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه در ساعت 9 روز چهارشنبه با شرایط اضطراری که علی در خانواده به وجود آورده بود، در محل جلسه یعنی خانه سبز حضور پیدا کرد. چه؟ این کارا چیه؟ خب ماشینمه. ماشینمه. بچی؟ بگو تو رو خدا آبرو آدم میره. چرا؟ لاغل میذاشی چهار شاخه گل قرمز میخدی. میبگیر من نمیگیرم. بابا واسه زن بیوه گل گلاگر کافیه دیگه. خب اونم صورتی؟ صورتی آبجی نشونه که عشق و محبت و دوستی و صمیمیته. دوستی و صمیمیت. همینطور هم پلنگا. پلنگا. مگر پلنگای صورتی خوششون بیاد. میگم آبجی تو آدرسه که درست اومدی. همه‌شون هم سواهی هم. خب زنگ حالا بزن. حالا یکی میزنم بالاخره صاحب عزا پیداش میشه. سبز آبجی ولی کلنگیه. سلام. 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 شما باید پسر خاله عمه مادر من باشید. عباس آقا. کاملا درست خانم. مزاحم شدیم ها؟ چه مزاحمتی؟ الان درو باز می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. سبزی. ولی در واکنشون هم خراب. خیلی خوب، اینو درست بگیر. آبروزی نکنی ها. نگران ماشینم هستم. سلام. سلام. خوش آمدید. بفرمایید. خیلی. آبجی. با اجازه. ببخشید. عباس آقا پسر خاله عمه مادر عاطفه بود که توی تجریش سوپر میوه داشت و اونطوری که عاطفه میگفت مرد بسیار مهربان و دوست داشتنی بود که همه فامیل اونو خیلی دوست داشتن. کوچولو
میشه خواهش کنم بری ببینی ماشین من دم در هست یا نه؟ ها؟ یا دم دره یا بردن. به هر حال نگاه کردن کمکی نمی کنه. بله. با این حال علی جان لطفا یه نگاهی بنداز. چشم. ممنون. همه شون هسته. مال من کی؟ مال شما کدومه؟ همون که جلوی داره. انجام معلوم نیست. علی جان ممکن ازت خواهش کنم بری از پنجره اتاق من یه نگاهی بندازی؟ چشم. آی قربون چشم. دیر کرد. نگران نباشین، اتاق پدر یه کمی بزرگه، الان میرسه. چی شد؟ بود؟ میتونستن خمشم از پنجره؟ نه مادر، خطرناکه. پس من ندیدم. ای برندور، میخواین فرید بره از پشت بوم نگاه کنه؟ از اونجا جلوی در معلومه؟ نه، ولی میدون معلومه. بس بل کنین ماشینو. میگم تا شما صحبتاتونو شروع کنین من برم ماشین اون بر خیابون پارک کنم و برگردم. ها باشه، با اجازه، همین الان میام. آقای باقری امن. آخه اجازه میفرمایین؟ اجازه بدید آقای باقری برگردن بعد. و ما همگی صبر کردیم اومدن. بالاخره بارکش کردم. یعنی باید از اولم همین کاری میکردم، ماشین اون بر خیابون پارک میکردم که از اینجا بشه کاملا. ولی از اینجام که دیده نمیشه. میگم اگه شما اجازه بدیدین همینطور به صحبتاتون ادامه بدین، من تا 2 دقیقه دیگه جاشو عوض بکنم میام خدمتتون. ولی امنه، امنه جناب باقری. الان میام اجازه بدید. جناب باقری بفرمایید بشین. بفرمایید. عرض داشتم. 2 دقیقه. اولا که اینجا کاملا امنه. تازه هر از گاهی بچه‌ها میرن یه نگاهی اونور خیابونو میکنن. اینجا ما مسائل مهمتری داریم. خواهش می‌کنم فرصت هم بسازید. راحت باشید. قربان. جناب باقری، اونطور که همسر من میگفتن مثل که همسر شما مرحوم شدن. بله، رفتن زیر مینیبوس. متاسفی. ولی دیهشو گرفتن. البته چیزی هم نشد، یعنی خرج کفن و دفنش هم در نیومد. البته قرار مبلغ دیه رو ببرن بالا. جدی؟ بله. خدا رو شد. آتفه باور کن رسا، این وقتی 12 سالش بود من دیده بودمش، همه فامیل واسش میمردن. یعنی نه نمونم شو میره بیرون. مادر آبجی، میگم عروس کدومه؟ سب کنن هم تحتشو در میارم. عروس خانم شمایی؟ بله. بچه‌م دارین؟ نه خیر. خب شانس آوردین که بچه ندارین. چرا؟ خب به همون دلیل که آقا داداش بینوایی من الان 5 تا بچه داره. ماشاءالله.
نیاز داره. خب اگه نداشت الان میتونست با هر دختری که میخواد عروسی کنه. آه بله، از اون جهت بله، حق با شماست. از کدوم جهت؟ بعدم میگم. ولی بچه های من مطیع و حرف شنو هستن، فقط درد بیمادریه که اذیتشون میکنه. بچه جون یه نگاه میندازی به ماشین من؟ حرفتون قشنگیه، ادامه بدید. سر جاشه، ادامه بدید. خب چی میگفتم ها؟ راجب درد بی مادری. بله درسته. عرض کنم خدمتتون که من 6 سال پیش مادرم رو از دست دادم. زن خیلی خوبی بود خانم، مگه نه آبجی؟ آبرون رو بردی. خیلی با نمکه زنی میشید. حرف نباشه. بالاخره همه ما رفتنی هستیم. خب بله، حرفای خوب بزنی. بله حرفای خوب بزنی. ببخشید شما چند وقته که رضا به جان خودم لیلی رو اشتباه گرفتم. چند وقته فرید؟ آها این سریال شبکه 2 چند وقت شروع شده؟ 5 ماه. خب چرا میخندین؟ خیلی سریال خوبه که. آره خب 5 ماه. 5 ماه. بله. اون وقت چند وقت بود که عروسی؟ خب 5 ماه دیگه. آلی ما تلکو. اینقدر خودت مشتاق نشون نده آبجی. خب با توجه به این که ما غریبه نیستیم شرط خاصی هم نداریم، مگه بچه ها که بچه ها که مشکل ندارن، همه شونو میفرستم خارج. بله من خارج نمیرم. چرا همه میخوام بفرستم خارج؟ خب تو نرو. میخوام ماشینتون یه نگاه بندازم؟ بنداز بچه بنداز. بعدن. ولی یه شرط داره. تو چرا بچه؟ ده شما بگی چرا. چشم. قربان ببخشید با توجه به این که بنده یعنی ما وکیل ایشون هستیم، باید عرض بکنیم که شرط ایشون مهمه برای آبجی. میگم با وجود این که سبزن ها ولی یه جوری هم. حالا بذار ببین چی میگم. خیلی خوب. خب طوری نیست، شما بفرمایید. شرط من اینه که باید با چایم 6 تا قهوه بخورم. آره اگه نخورم رضایت نمیدم. ای بابا من با اینکه با 6 تا قهوه موافق نیستم، ولی رضایت علی خیلی مهمه. به جهنم بخور. پس مبارکه. ببخشید. یعنی چی مبارکه؟ پس من چی؟ یعنی رضایت من اصلا مهم نیست؟ یعنی رضایت ایشونم مهمه؟ بله اصلا اصل کار ایشونم. خیلی خوب پس شما بفرمایید. من اصلا تمایلی ندارم. آبجی من دارم همچین گیج گیجی میخورم. میگم خودت مجلس دست بگیر آخه. من فقط میدونم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. شما چی میگین عروس خانم؟ بله بله بگو. خجالت نکش، این اولین باره که دارن نظر کوچکتر رو میپرسن. بگو بگو. من نظر خاصی ندارم. پس مبارکه. مبارکه. با اجازتون منم با ارزشی که به نظر لیلی قائل هستم میگم مبارک. بذار کنار دیگه، به دردت نمیخوره. حالا کجا شدیدین؟ بذاریم بیاد خونه خانداد
بشم به باش تلا مهربونا مهربونا هر روز میای خونه تون قدم همه تون رو دخمه چشم قدم همه تون رو دخمه چشم عروسی چی نمیدی؟ عروس عروسم جایی خانه گلم جایی همه عروسم فرید اینا منو به همه عوضی گرفتن آره و بدین شکل اولین جلسه خواستگاری نرگس به میمنت خنده و کتککاری تمام شد. اما صدای فریادهای عباس آقا سوپرمی و اولین خواستگار نرگس نه به خاطر مشتی که از فرید خورد، بلکه به خاطر منظره‌ای که بعد از ورود به خیابان دید در اومد. ماشینم سبز سبزم ریشه دارم، من درختی استوارم، سبز سبزم ریشه دارم، در زمستان هم بهارم، شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلالم، سبب سبب ستاره از آسمون میباره، تو قلب پاک گلدون بهار فرومه داره، بهار